اگر که اجازه بفرمایین، اگر که کلیپ جناب مهرداد صدقی آماده هست باشیم خدمتشون. سلام خدمت بینندگان عزیز، من به عنوان تشکر و تقدیر از آقای دکتر آیت اللهی میخوام که چند تا نکته‌ای که از ایشون آموختم در دوره دکترا رو خدمتتون بگم، که البته این نکات ترکیبی از ویژگی‌های هنر و مسائل انسانی و رفتار و منش است. یکی از نکات به نظر من اون نگاه مثبت و همراه با سرزندگی هستش که ایشون به وقایع و اتفاقات و خود زندگی دارن. در تمام صحبت‌ها، در تمام آموزش‌هاشون، این شادی، این خوشی و این لطیفه‌گویی که ایشون دارن رو ما همیشه مشاهده می‌کنیم و این احساس سرزندگی رو همیشه به دانشجوهاشون هم منتقل می‌کنن. خیلی وقتا از ماها در واقع بانشادتر در کلاس حاضر هستن و از توضیحات هیجان انگیزتری معمولا استفاده میکنن. از نکات دیگه، اشراف ایشون به فرهنگ و هنر و ادبیات ایران زمین هست که در این شرایط امروزین که خب به هر حال ما تحت تأثیر اطلاعات زیاد و فراوان هستیم و فرهنگ خودمون یه مقدار ناچیز به نظر میاد، یه مقداری از مد افتاده شاید بعضی وقتا برای خیلی از جوانها به نظر بیاد، ایشون سعی میکنن که اون مورد رو اصلاح کنن و دائم یادآوری کنن به ما که فرهنگ ایران چقدر مهم هست و چه ریشه های عمیقی داره و چقدر میشه روش کار کرد. نکته سوم، اشراف ایشون به فرهنگ و هنر جهان هستش که در مکانها و زمانهای مختلف ایشون وقتی توضیح میدن روابط و ارتباطات رو در واقع با زبان خیلی ساده و شیوا و جذاب بیان میکنن، ما حیرت میکنیم از این همه اطلاعات، وسعت و اشراف به جزئیاتی که خب واقعا تو ذهن خیلی از ماها حتی بعد از شنیدن درسایشون هم کم میشه که تمام اون اطلاعات جایگزین بشه و احتیاج داره به چند بار مرور بشه، توضیحات و نکات چندی بار خونده بشه که در واقع جا بیفته. من همچنان دارم فایلای صوتی که سر کلاسشون ضبط کردم و گوش میکنم و همچنان نکات جدیدی رو بعد از اینکه چندین بار و چندین سال از اون زمان گذشته، ولی هنوز دارم چیز یاد میگیرم از نکاتی که سر کلاس به ما گفتن. یکی دیگه از نکات و ویژگی‌های با ارزش، ارتقاء جایگاه هنر در تقابل با نظریات فلسفی و فکری و اینا هست که خب معمولا هنرمندا خیلی وقتا نگاه میکنیم که مرعوب بیان پرتمطراق فلسفی میشن و احساس میکنن که خلع سلاح شدن، دست خالی هن. درسته که آقای دکتر به ما یاد میداد که هنر چقدر جایگاه بالایی داره و چقدر باید نسبت به هنر با اعتماد به نفسی بیشتری صحبت کنین. خودشون با اینکه به هر دو تا حوزه فلسفه و هنر اشراف دارن، ولی همچنان این ویژگی رو تو بیان و صحبت و نگاهشون منتقل میکردن و این اعتماد به نفس رو برای هنرمنده سعی میکردن که ایجاد بشه. از نکات بعدی، آزادمنشی ایشون هست. بسیار راحت صحبت میکردن، بسیار اگر لازم بود خوبی ها بدی ها رو بدون هیچ رو درواسی توضیح میدادن، چه در مورد فرهنگ، چه در مورد هنر، چه در مورد اشخاص، و خیلی اهل پرده پوشی و سیاست مدارانه صحبت کردن و اینکه یه موقعی برای خودشون یه که در این سالیان سال کشیدن، چندین نسل رو پرورش دادن از مدرسان و هنرمندان و حق بزرگی به گردن
همه ماها که هم هنرمند هستیم و هم در جامعه دانشگاهی خدمت میکنیم دارند واقعا. از همه تشکر میکنم. این هدیه ناقابل که پورتری های دکتر آیت اللهی هست رو هم دوست دارم که یه جوری تقدیم ایشون بکنم، به دستشون برسونم و به عنوان یک یادگاری خدمت ایشون تقدیم کنم. ممنون از لطف و توجه همه شما. از آقای مهداد صدقی خواهش میکنم که ادامه صحبتشون رو بدن، بعد خدمت استاد هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام خدمت آقای دکتر آیت الله و همسر گرامی. خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها دوباره میتونم شما رو زیارت کنم و صداتون رو بشنوم. خیلی خوشحالم آقای دکتر. سلامت باشید. قربان شما. از شما بزرگتون که آقای صدقی شما از ادبیات فارسی و ادبیات اصیل فارسی صحبت کردید. بله، من چیزی که فراموش کردم بگم این که من از کودکی به شعر و ادبیات فارسی خیلی علاقمند بودم. موقعی که مرحوم معین، دکتر معین داشتن اون کتاب فرهنگ زبان فارسی رو که در زمان صفوی نوشته شده تصحیح می کردن، من مشترک بودم برای این کتاب که چاپ می شد و از شیراز از راه دور با ایشون همکاری داشتم. وقتی که آمدم دانشگاه تهران، ایشون متوجه، برادر من شاگرد ایشون بود و ایشون از من، از حال من پرسیده بودن و گفته بود که من هنرهای زیبا رفتم. مرحوم این از من خواستن که برم ادبیات و من چون هنر رو بیشتر دوست داشتم و حتی معتقدم که خود شعرم در قلم رو هنره و برخلاف این که میگن هنر جز علوم انسانی هست و اینجور نیست، هنر سرور همه علوم هست. این یه چیزی هست واقعا که الان جهان امروز اینو ثابت کرده. بنابراین آقای دکتر معین فرمودن که من میتونم از چیز امتیاز استادی خودم استفاده کنم و بگم اسم شما را بدون کنکور بنویسن. و همین دلیل بود که من رسما دانشجوی هنرهای زیبا بودم و در فرصت‌های که برام پیش میاد به دانشگاه ادبیات میرفتم و لیسانس زبان فارسی را هم پیش از اینکه لیسانس نقاشی بگیرم گرفتم از ایشون. و همین چیز هم سبب شد که من بیشتر برم توی واژه شناسی و این چیزا، چون مرحوم معین به این خیلی اهمیت میدادن و بعد هم دنبال این رو گرفتم تا اونجایی که شیوه های گزینش فارسی این چیزا رو در دانشکده چیز تربیت معلم شروع کردم برای مدت کوتاهی چند ماهی آموزش دادن و بعد علاقه زیادی که به نقاشی داشتم سبب شد که دیگه دنبال ادبیات اونجوری نرم که درش محو بشم. ولی خب در نظر شعر من دیوان اشعاری دارم در 7 جلد که انشالله به زودی منتشر خواهد شد، اگر وزارت ارشاد جلوش نگیره البته. و از همین نتیجه همین واژه شناسی من این بود که وقتی که دکتر حبیبی آمد در فرهنگستان، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی شد، در یکی از بحث هایی که در مورد نحوه انتخاب واژه های فارسی در برای واژه های فرنگی از من خواستن که در این مورد یک جزوه‌ای بنویسم برای که دیگرون استفاده کنن، چون ایشون واقف بودن که من زبان فارسی هم ادبیات فارسی هم گذروندم و همون سبب شد که کتابی بنویسن به نام واژه گزینی و همانند سازی که این میتونه راهنمای تمام کسانی بشه که میخوان کلمات جدیدی رو
در مقابل کلمات غیر فارسی برگزینن. چون الان رواج پیدا کرده که هر کسی هر چی دلش خواست میگه و برای واژه‌های بیگانه، واژه‌های ناآشنا و غریب ایجاد میکنه. این کتاب در دست چاپ هست که همونطوری گفتم آقای دکتر زنگی مسئولیت به عهده گرفته و به زودی به دست شما هم خواهد رسید انشاءالله. باشه، خوشحالیم آقای دکتر، واقعا خیلی استفاده میکنیم همیشه از نوشته هاتون، از راهنماییاتون، و همیشه یادمون بوی قهوه هست که تو کلاس، تو اتاق شخصیتون که کلاس برگزار میشد میپیچید و حسابی بر ما یه جور سرحالی می آورد، یه حس خوشایندی تو کلاساتون همیشه هستش که خاطرش اصلا میمونه. نمیدونم چه جور چه قدرتی داریم که انقدر موندگار هستیم خاطرات خوب کلاساتون. در هر حال اگر من کاری کردن چیزی که اثری بر جا گذاشتن از فضل خداوند بوده که به من عنایت کرده در همه زندگی کمک الهی برای من واقعا خیلی مهم بود. حتی در گزینش همسر، در گزینش مسکن، در گزینش در شیوه های هنری مختلف هنری، اینا همش فضل خداوند بود و من سپاسگزار او هستم. هم سپاسگزار شمایم آقای دکتر به خاطر تمام راهنماییاتون، منشتون، تمام چیزایی که این مدت بهمون یاد دادین. و خیلی یه نکته که من خیلی لذت میبرم اینه که در این هجوم نگاه آنگلو ساکسونی و انگلیسی و آمریکایی که توی هنر هستش، شما اون وجهه دیگه که تو ترجمه ها وجود نداره، اون نگاه ایرانی و حتی آشناییتون با فرهنگ فرانسه و معرفی ویژگی های فرانسوی رو خیلی خوب برای ما همیشه بیان میکردی و این تعادل ذهنی ما رو همیشه کنترل میکردی، نمیذاشتیم مثل امروزی ها هم بیفتیم به طرف این نگاه خیلی خیلی انگلیسی زبان تو ترجمه ها و اینا، و باعث میشد واقعا دیدگاه هایی که ما به عنوان شاگرد در خدمتون هستیم خیلی جا افتاده تر بشه به نظرم. یعنی این شانس ما بود که از حضور شما در این ویژگی هم بتونیم استفاده کنیم. ببینید زبان فارسی یکی از زیباترین و غنیترین زبانهای دنیا، زبانهای زنده دنیا هست. حیفه که ما این زبان زیبا را با واژه های ناآشنا و واژه های فرنگی ضایع کنیم. الان مد شده، ادا در میارن، همه میخوان به هر وسیله شده از اصطلاحات آمریکایی و انگلیسی به کار برن، در حالی که بسیار از این اصطلاحات که کاربران فارسی رایج داره، اون فارسی رایج دور میرزن و سعی میکنن ادای به اصطلاح فرنگی انتلکتوال درارن، و متاسفانه این بیماری به فرنگستان هنر هم داخل شده و میبینم در عرض این نوشته هاشون در این همایش ها و اینا همش به جای که فارسی صحبت کنن و برای کلمات ساده فارسی میان کلمات ویگانه به کار میبرن، و این وظیفه امثال شما هست که در حفظ این زبان زیبا کوشش کنید و فراموش نکنید که فردوسی فرمود چو ایران نباشد تن من مباد. مرسی واقعا. خیلی ممنونم آقای دکتر، من وقت دوستان رو نمیگیرم. خیلی خوشحال شدم از حضور در این جمع دوستانه و حضور در خدمت شما و همسر محترمتون. همیشه ذکر خیر سرکار خانم تو کلاس ها بود، ولی خب من توفیق حضور شما رو اولین بار بود که دیدار شما رو اینجا داشتم. خیلی ممنون. مرسی، موفق باشیم. خیلی متشکرم. سپاس از شما.